خونده بشه میخواستم از دو انسان باشرف، یکیشون که از سن 8 سالگی تو تشکیلات ما بود، واقعا از 8 سالگی عاشق خاندان پهلوی بود، یه مادر بزرگی داشت که بی‌نظیر بود. یادم میاد کتاب پاسخ تاریخ که در اومد این فیلسوف راست به کمرش رفت ایران و حتی تو فرودگاه گفتن کمرم رو عمل کردن بی اعزار. من از این دو انسان با شرف که واقعا تو این مدت و هیچ وقت ما رو تنها نذاشتن، از امیر عزیزم بیان، از آقای روحانی هم خواهش میکنم تشریف بیان اینجا. آقای روحانی خواهش میکنم تشریف بیان اینجا. این امیر از سن 8 سالگی آقای روحانی تشریف بیان. می آمدن و با در صورت این امیر ایگری از 8 سالگی که اومد باور کنیم اولا کرد. این آقای روحانی هم که من بعضی موقع به نظرت هم شکر میگم پسر خاله بود، پسر دقیقه پسر همون روحانی بود، واقعا یک انسان باشرفیه که تو این 10 سالی که توی مصر اخوان اومده بود من رو تنها نذاشت و همیشه هم که میاد واقعا اونجا به یه سری بسیار کمک میکنه. واقعا به افتخار این دو جوان ایرانی اون که پیش کسبت یه دست محکم بزنم. این که دختر کوچولوش خیلی زیبا الان شده مدیر هتل، الان برای خوش خانوم شده. اون دختر بچه هم میامد چند وقت پیش من دید که همون موهات سفید شده، گفتم میرم این هم رنگ میبرم دیگران نباش بشه بزنم. در صورت ما الان پیام پیش میکنم پیام شهرانی که به همین مناسبت گفته. بعد از پیام شهرانی از دوست بسیار نظامی باشرف هم که اسامی داییشون یا داییشون اینجاست به اعدام شدن براتون صحبت میدم. بعد ما تا ساعت 7 اینجا مجلس مال آریامیلی هست، مال خودمونی، با هم باید یک جوری حلش. در صورت قربون همگیتون دارم، از بانو سوام خواهش میکنم که تشریف بیارن که پیام شهبانو عزیز رو براتون اجرا کنم. خیلی متشکرم. با درود به همه اینجا حضور داریم. پیام شهبانو فرح به مناسبت مراسم یادبود والا حضرت شاپور علیرضا پهلوی و والا گوهر شهریار شفیق دوسلدورف آلمان 18 دی 2580 شاهنشاهی 8 ژانویه 2022. از حکایت شما همینان گرامی که گرد هم آمده اید به یاد فرزند دلبندم شاپور علیرضا پهلوی و والا گوهر شهریار شفیق و هزاران دلاور دیگر اونامی که در راه مبارزه با این حکومت جبار جان خود را از دست دادم زنده نگه دارید، سپاسگزارم. در چنین روزی خودم را در کنار مادران داغدار ایرانی می‌بینم که در سوگ فرزندانشان که در این 4 دهه تاریک به دست نیروهای ستمگر یا از پا در آمدند یا در گوشه زندان‌های این حکومت به سر می‌برند، ولی همچنان در تلاش و تقلای دادخواهی هستند. جایگاه من امروز در کنار مادرانی است که فرزندان بیگناهشان را به ناحق در آغاز این فتنه از دست دادند. باور دارم که به ویژه با تلاش و کوشش همیهنان عزیزم و همیاری زنان، جوانان و مردان شجاع، نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و میهن عزیزمان سمندربار از خاکستر امروزی خود برخواهد خواست. برای پهلوی. Thank you.
امروز روز 17 مهر است، روزی که مبارزه برای آزادی زنان ایران که پیش از انقلاب مشروطیت آغاز شده بود به ثمر رسید. زن ایرانی به برکت، درایت و دوراندیشی رضا شاه بزرگ به صحنه اجتماع و تاریخ گام نهاد و با برخورداری از حقوق برابر سیاسی و اجتماعی در دوران پادشاهی شاهنشاه فقیه محمد رضا شاه پهلوی در پیشرفت و سازندگی و ترقی ایران سهمی بزرگ و سزاوار به عهده گرفت. روز 17 دی‌ماه در گاهنامه سیاسی همه ایرانیان روزی جاودان است. امروز که روز 17 دی‌ماه است، من مثل همیشه در ایرانم. دیروز را در برابر امروز می‌گذارم و به زنان ایرانی می‌اندیشم. امروز بیشتر از همیشه مادر همه فرزندان ایرانم. به مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان و همه مادران سوگواری می‌اندیشم که فرزندانشان در این 14 دهه تاریک به دست نیروهای ظلمت از پا در آمدند. به همه جوانانی می‌اندیشم که آرزویی جز سربلندی ایران نداشتند و در راه آزادی و رهایی جان باختند. امروز مردم جهان بیشتر از همیشه در کنار ایران و زنان ایرانی ایستادند و صدای آنان را به گوش جهانیان میرسانند. به امید آزادی ایران زمین و پیروزی نور بر تاریکی. در مسیر زندگی خود از کودکی به نوجوانی و جوانی و سالمندی هدفها، آرزوها، آمالهای ویژه را دنبال میکنند. به عنوان مثال یک دانش آموز سال آخر دبیرستان آرزو دارد که در کنکور دانشگاه شرکت کرده و بتواند با قبولی در کنکور رشته مورد علاقهش را انتخاب و در آن رشته تحصیل کند. به من که امروز از مرز 80 سالگی گذشتم، هر شب آرزو میکنم که زنده بمانم تا ورود شاهزاده رضا پهلوی و همراهی شهبانوی گرامی را به ایران به چشم خود ببینم و ببینم که خاندان و خانواده پهلوی دوباره هدایت و رهبری کشور را به دست گرفتم. وقتی میبینم برای رسیدن به این آرزو هیچ کاری از دستم و از دستم ساخته نیست، احساس بی وجودی میکنم. در اینجا لازم میدانم درود بفرستم به رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه، شاهنشاه عالی عامل، شاهزاده رضا پهلوی، شهبانوی گرامی و برای یکایک بازماندگان خاندان پهلوی آرزوی تندرستی و شادکامی دارم. و چون این جلسه به مناسبت 11 سالگرد شاپور علی رضا برگزار میگردد، به شهبانوی گرامی اعلام میدارم من و خانواده هم در غم دائمی شما به مناسبت از دست دادن شاهپور لیلا پهلوی به شاهپور علیرضا پهلوی شریک و سهیم هستیم و تا زنده ایم هرگز فراموش نخواهیم کرد. ملاحظر شهبان فرح پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی و دیگر اعضای خانواده صمیمانه تسلیت میگویم، من نیز وظیفه دارم از خانم‌ها و آقایانی که تشریف دارند به خاطر حضورتان و ابراز همدردی سپاسگزاری کنم. بسیاری از ما خانم‌ها و آقایان شاهپور علیرضا پهلوی رو تنها با تصویر او می‌شناختیم، از زندگی او آگاهی چندانی نداشتیم، از پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی او به ویژه در عرصه تاریخ و فرهنگ ایران بی‌خبر بودیم. شهاب هاشمی، فیلمساز و کارگردان ایرانی،
ویدیوی کوتاهی از زندگی شاپور علیرضا تهیه کرده که تنها به طور گذرا، واقعا به طور گذرا، فصلهایی از آن را تصویر می‌کند. به اتفاق رفیق فقیر. من این شهر رو
واسه دیگه نایی ندارم به جز نام تو ای مام وطن ای موطن من دگر بر روی لبهای خود آبایی ندارم I'm not afraid.
اگر چشمه موج از غم نخوشم اگر روزگار این صدا رو نگیرم خدا حافظ ای برگ و مارد دل بیشتر مردم خانم آقایان از شاپور علیرضا پهلوی با عنوان پسر دوم محمد رضا شاه پهلوی یاد می‌کردند و با تأسف شخصیت شاپور علیرضا پس از درگذشت ایشون رفته رفته برای همگان روشن می‌شد. امروز در این مراسم با شاپور علیرضا پهلوی باز هم بیشتر آشنا خواهیم شد، به ویژه از زبان دو تن از نزدیکترین دوستانشون. اجازه بدهید که نخست از آقای فرداد فروزان دعوت کنم که از 17 سالگی با هم دوران خاطره‌انگیز نوجوانی و جوانی رو سپری کردند. خانم آقایان، آقای فرداد فروزان. بگم چقدر خواندن این چند صفحه‌ای که نوشتم سخت تره بعد از دیدن ویدیو بسیار زیبا. در صورت سعیم رو به نام ایران و ایرانیان، کلامی نمی‌یابم که دلهای آزرده تان را تسلی دهم که خود سخت آزردم. قریب 28 سال از دوستیم با شاپور علیرضا پهلوی می‌گذرم. هر چه بگویم کم بود. ایشان انسانی فرهیخته، مهربان، پر احساس و دلسوز بودند. ایران شناسی والا که سرزمینمان را مانند بسیاری از جوانان ایران دوست امروزی مطالعه کرده و از امواج پرتلاطم تاریخ پر افتخارمان آگاه بودند. به دفعات می گفتند ای کاش می توانستم در ایران زندگی کنم، با مردم رابطه نزدیک برقرار کنم و به ایران شناسی ادامه دهم. به خاطر دارم سالها پیش دو جلد کتابی را که از ایران به دستم رسیده بود در منزلم دیدند و خواستند آن دو کتاب را در اختیارشان بگذارم. این کتاب‌ها چند صفحه اول چاپ یکی از روزنامه‌های ایران را در مدت یک سال اول انقلاب در بر می‌گرفت. مقالات و عکس‌های هولناک از وقایع آن سال درشان دیده می‌شد. شاپور علیرضا مدت‌ها راجع به آنچه می‌خواندند صحبت می‌کردند. طی صحبت به واقع احساس می‌شد که آزرده دل و ناراحت و عمیقاً اندوهگین شده‌اند. همچون بسیاری از ایرانیان، ذهن و حالشان درگیر اوضاع ایران بود. مهر و علاقه بسیار به میهنمان داشتند. خردگرایی، راستجویی و آزادگزینی، همان اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک را سرمشق زندگیشان قرار داده بودند و همچون یک انسان پاکدل و به خصوص یک ایرانی اصیل رفتار می‌کردند. به مردم احترام می‌گذاشتند
و به درد دل آنان با دلی پاک گوش می دادند. خاطرات بسیار است ولی فرصت کم. به یاد دارم که دوستی داشتند سرخورده، می توان گفت کمی افسرده. احساس می کردم که هر بار دوستشان را می دیدند حال و هوای ایشان اندوهگین و غمگین می شد. به ایشان پیشنهاد کردم که بلکه بهتر است گرد خود کسانی را که مثبت برگرا، موفق و خوشحالند جمع کنند. جواب او مرا شرمنده کرد. خواه ناخواه درس زیبایی به من دادند. با تعجب نگاهم کردند و به همین سادگی گفتند فرداد، رفاقتی گفتند، دوستی گفتند. اگر من این کار رو بکنم چه جور دوستی هستم؟ بعد از ظهری ایشان را برای صرف شام به منزلم دعوت کردم. آن روز مادر دوستی دیگر از بینمان رفته بود. ایشان در موقع تماسم در منزل آن دوست بودند و گفتند که برای تسلی دل آن دوست آنجا خواهند ماند. روحیه همدردی و همدلی یکی دیگر از خصوصیات برجسته‌شان بود. بسیار عاشق هر یک از افراد خانواده خود بودند. آثار جبران ناپذیر از دست دادن خواهرشان شاه دخت لیلا پهلوی نمایانگر رابطه نزدیکشان با خانواده خود بود. باید چهره‌شان را وقتی برای مراسم خاکسپاری شاه دخت لیلا به پاریس آمده بودند می‌دیدید. در فرودگاه چهره‌ای پر از اندوه داشتند و از خود بی خود بودند. قرار بود از آنجا به نزد مادرشان روند ولی با اصرار فراوان خواهان دیدار پیکر خواهرشان شدند. هرچه کردیم ایشان را منصرف کنیم نشد. به جایی که شاه دخت لیلا در آنجا آرمیده بود رفتیم. ایشان خواستند با خواهر خود تنها باشند. شرایط روحیشان در موقع خروج از آنجا غیر قابل توصیف است. از دست دادن شاه دخت لیلا تأثیر بسیاری در روان شاهپور علیرضا گذاشت و از آن پس این غم همیشه همراهشان بود. به واقع انسانی ادیب، متواضع، وفادار، مهربان و میهن‌پرست بود. خصوصیاتشان زبانزد دوستان بود. جایشان بسیار خالی است اگرچه یاد او تا ابد در قلبان ما خواهد ماند. در خاتمه با شهبانوی ایران زمین سخنی دارم. سپاسگزاریم که چنین فرزندی را به جامعه دوستان هدیه دادید. افتخار دوستی با ایشان تا آخرین لحظه عمرمان با ما خواهد ماند. خاطراتی که با ایشان داریم برای من زنده و ماندگار خواهد بود. رفتارشان را سرمشق زندگانی من خواهیم کرد. امید آن که بتوانیم علیرضاهای دیگر باشیم. علیرضای عزیزم، چهره ماهت را از طرف همه میبوسم و امیدوارم هر جا که هستی با آن آسایش و راحتی خیال که استحقاق هر انسانی در این دنیاست رسیده باشی. از خاندان پهلوی درخواست داریم که همه ما را شریک غم خود بدانند. هر یک از ما که خود را عاشق ایران خوانده ایم، مدیون خون پاک نیکنامانی چون والا حضرت شاپور علیرضا پهلوی و والا گوهر شهریار شفیق هستیم که برای نجات سرزمین مادری همچون بزرگ پدران تاجدار این خاندان میهن پرست از جان گذشتند و جاودانه شدند. نام و یادشان را بزرگ می‌داریم. شرافت و ایمانشان را می‌ستاییم.
دانش و خیرتشان را سلاحی مبارزه با جهل و نامردمی قرار می دهیم تا روزی که با نیروی همدلی و همزبانی ایرانمان را از سیطره اشغالگران تبهکار برهانیم و دینمان را به خدمات بی نهایت پدران ایرانساز پهلوی به جا آوریم. حسرتی بزرگ را بر حافظه تاریخ نشانده ایم که در چنین لحظاتی به جان آدمی تنگ می کشد و می خواند. چه عاشقان در راه وطن رفتند، آنها که به نگاهبانی از جایگاهشان متحد نایستادیم. هر یک از ایشان حافظ 100 سال نیکبختی کشور و فرزندانمان می شدند. از خاک رشادت آن شهریاران اما سال هاست برخواستند فرزندان ایران زمین، همه به پاسداری از هویت ملیشان در سرتاسر کشورمان برای بازگشت نظام بر حق پادشاهی مبارزه می کنند و فریاد دادخواهی سر می دهند. پایندگی نام ایران به ایستادگی یکایک آن کشاورزان، معلمین، کارگران و مردمی گره خورده که بدون هیچ گونه ادعایی در امور نامربوط پشت سر پادشاه قانونی خود برای نجات میهن آماده جان سپردنند. دریغا که بسیارند آنان که دانش و تجربه سیاسی خود را بالاترین یافته با نقادی‌های ناآگاهانه و چه بسا مخلصانه در کار یاری رساندن به جبهه دشمنند. البته شکی نیست که هرچه هیاهوی قوقاسالاران نقابدار بلندتر شود، ذره‌بین تاریخ نیز بزرگتر و دقیق‌تر خواهد شد. امروز اینجا هستیم که یادآور شویم کشورمان در حال نابودی کامل است. تاریخ جز واقعیت و حقیقت نخواهد نوشت، نه سخنی نگفته ماند و نه فرمانی نشنیده. فراموش نکنیم هنوز هم انتخاب و تصمیم بزرگ را بر عهده داریم، میان رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ و یا ادامه دادن به نگاهداری از وحشت بزرگ. باید هر یک از ما سرباز راستین ایران باشیم و با مهر راستین برای بازگشت شکوه و عظمت به کشور مبارزه کنیم. هرگز فراموش نکنیم شهریارانی چون شاپور علیرضا پهلوی و شهریار شفیق تا آخرین نفس پشت سر پادشاه قانونی ایران اعلی حضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم ایستادند. بر ماست که قدم به راهشان نهیم و پا بر جا بایستیم. باشد که روزی نه چندان دور پیکر پاکشان را به خاک میهن بسپاریم. باشد که ما ایرانیان بار دیگر سربلندان تاریخ بشر باشیم. پاینده ایران به شهریاری سیروس رضا شاه پهلوی. جاوید شاه. به نام نامی دو پادشاه ایرانساز پهلوی، رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه، شاهنشاه یانه. شاپور علی رضا پهلوی تا قبل از دسیسه 57 به دبستان نازی تهران و مدرسه دربار رفته بود و پس از آن در دبیرستان سندیویز در شهر نیویورک و سپس به دبیرستان گریلان اوریجینال در شهر ویلیامز‌تاون ایالت ماساچوست رفت. احسان یارشاده، جیمز راسل، حمید دباشی و اکتور شروع از جمله اساتید ایران شناس شاپور علیرضا پهلوی عزیزمان در دانشگاه‌های کلمبیا و هاروارد بودند. تز دکترای شاپور علیرضا پهلوی متنی به زبان پهلوی به نام نیروی خرد نام داشت. به گفته فرهنگی‌مه، رئیس دانشگاه پهلوی و از نزدیکان شاپور علیرضا پهلوی، وی ردیف‌های موسیقی ایرانی را خوب می‌دانست و در تنهایی فرو می‌نواخت. از دیگر علایق شاپور علیرضا پهلوی چرخ‌بازی، پرواز و غواصی آمده شده بود. در تاریخ 14 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 4 ژانویه 2011 میلادی، شاپور علیرضا پهلوی در منزل شخصیش در خیابان نیوتن غربی در محله سال ان بوستون به ضرب گلوله کشته شد. زمانی که دسیسه 57 در ایران رخ داد، شاپور علیرضا 12 سال داشت. عدم امکان بازگشتش به کشور، آوارگی خانواده و بیماری و مرگ پدرش که به او وابستگی عاطفی عمیقی داشت، توهین‌ها و ناسزاهایی که نسبت به خانواده وی و مرگ خواهرشان شاتوخ لیلا پهلوی عزیزمان روا شد و ایران که در یک تله جهانی
با همکاری ایرانیان مزدور و مواجب بگیر 57 افتاده بود تنها دغدغه ایشان بود. شاهور علیرضا پهلوی شاهزاده ایران شهری که راه پدر و پدر بزرگش برای بازگشت ایران و ایرانی به شناسه و هویت خودشان بود. احسان یارشاتر یکی از استادان او در دانشگاه کلمبیا بود که رابطه بسیار نزدیکی با شاهور علیرضا داشت. ایشان حتی پس از فارغ تحصیلی کماکان به صورت مکرر به دفتر دکتر یارشاتر می رفتند و در پیوند بودند. احسان یارشاتر از این رخداد بسیار اندوهبار چنین می گوید: در اوج سرزندگی و خلاقیتی که شاهور علیرضا داشت می توانست منبع خیر عظیمی برای ایران و ایرانی باشد. او یک ایرانگرای ششدان همانند پدر و پدر بزرگش بود. وی در هنگام وفات 44 سال داشت. شاهور علیرضا پهلوی وصیت کرده بود تا جسدش سوزانده شود و خاکسترش در دریای خزر بیخته شود. روانش شد و سرای سرود بهرش بود. سالگرد پرواز والا حضرت شاهور علیرضای عزیزمان و والا گوهر شهریار شهری و والا حضرت اشرف پهلوی را به خاندان ایرانساز پهلوی بالاخص مادر میهن شهبانو فرح پهلوی و تمامی ایرانیان راستی تسلیت میگویم. کتابی است بنوشته یک تاریخ شناس برجسته آمریکایی به نام اندرو اسکات کوپر که چند سال پیش در ایالات متحده آمریکا منتشر شد. در این کتاب خواندنی نویسنده برای نخستین بار در تاریخ آمریکا اظهار می‌کند که اگر محمد رضا شاه پهلوی و حکومت او همچنان بر سر کار بود، امروزه جهان محل امنی برای زندگی بود و خبری از تروریسم اسلامی در جهان وجود نداشت. در این کتاب نویسنده با مدرک معتبر ثابت می‌کند که چگونه روسیه، آمریکا و اروپا نقش عظیمی در سرنگون کردن محمد رضا شاه پهلوی و روی کار آمدن رژیم جمهوری جنایتکار اسلامی داشتن. در این کتاب توضیح داده می شود که چگونه ایران با سرعتی بالاتر از کشور ژاپن در حال رشد و پیشرفت بود و چگونه محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه هاریامه شبانه روز برای آبادانی ایران می کوشید. نویسنده از سالهای واپسین شاهنشاه هاریامه در ایران می گوید و شرح می دهد که چگونه رسانه های غربی به ترور شخصیت او می پرداختند و او را دیکتاتور و ناقص حقوق بشر، شکنجهگر و جنایتکار معرفی می کردند. در حالی که همه این تبلیغات از پایه دروغ بود و پادشاه حتی حاضر نشده بود برای نگاه داشت پادشاهی خود از نیروی نظامی قدرتمندی که در اختیار داشت علیه ملتش استفاده کند و خون ملتش رو بریزد. آیا نمیتوانست؟ سقوط بهش حاصل 5 سال پژوهش اندرو اسکات کوپر تاریخ نگار و استادیار دانشگاه کلمبیا است که همچنان مورد بحث رسانه ها، دانشجویان تاریخ و به ویژه آمریکاییان ایرانی تبار است. در مقدمه ناشر بر این کتاب چنین آمده است: در ارائه تصویر استثنایی محمد رضا شاه پهلوی یکی از پیچیده ترین شخصیت های قرن 20 اندرو اسکات کوپر تمامی زوایای زندگی او از دوران کودکی تا رسیدن به پادشاهی در سال 1941 میلادی و نیز دوران پرتلاطم پس از جنگ جهانی دوم را که طی آن شاهنشاه از چندین تلاش برای ترورش جان به در برد و ساختن یک کشور مدرن هوادار غرب ورود قدرتمند ایران به صحنه جهانی را با موشکافی بررسی کرده است. آقای کوپر تبار نیوزیلندی دارد و بیش از این کتاب دیگرش با عنوان پادشاهان نفت یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها بوده است. اندرو کوپر میگوید از دیدگاه تاریخی فتنه 57 ایران یک رویداد جهانی بود. من در آن هنگام 9 ساله بودم و با هزاران فرسنگ فاصله در نیوزیلند فتنه ایران در زندگی من هم تاثیر گذاشته بود. هنگامی که شاه ایران را ترک کرد و خمینی وارد صحنه شد، ما میدانیم که برای از میان برداشتن شاهنشاه قزاقی رهبر وقت لیبی منابع مالی را تامین میکرد و یاسر عرفات رهبر وقت سازمان آزادی بخش فلسطین آموزش چریک های ایران را در لبنان برعهده داشت. این اطلاعات اکنون از اسناد محرمانه منتشر شد در دولت آمریکا به دست آمده که در دولت جیمی کارتر جزء اسناد طبقه بندی قرار گرفت. او بیدرنگ برد گوشت گاو و گوسفند و سایر فرآورده‌های گوشتی را ممنوع کرد به دلیل آنکه تعیین آن طبق موازین شرعی نبوده است. در همان حال کشور ما به یک شوک نفتی دچار شد، چرا که صدور نفت از ایران به خاطر اعتصابات‌ها متوقف شده بود.
این گونه پیامدهای انقلاب جنایتکار اسلامی دوران کودکی و نوجوانی مرا هم تحت تاثیر قرار داده بود و من همواره به خود میگفتم که روزی شخصی در مورد فتنه 57 و چگونگی آغاز و انجام آن خواهد نوشت و دلایل آن بر من نیز روشن خواهد شد، ولی چنین نشد و کتابی در این مورد انتشار نیافت و آنچه بود کامل نبود. نویسنده میگوید فکر میکنم ارزش فراوان این کتاب این است که یک غیر ایرانی آن را نگاشته و برای من نکته شگفت‌انگیز در این کتاب این بود که انتظار نداشتم چهره پادشاه ایران این چنین باشد، یک میهن‌پرست قدرتمند که در مسائل گوناگون برای آمریکا مشکل ساز بود. ایرانیانی که این کتاب را خواندند از آنچه در روابط پنهان ایران و آمریکا روی داده مبهوت و متحیر شدند. برای ترسیم چهره شاهنشاه آریامه با همسرش شهبانو فرح پهلوی و بسیار از کسانی که در دوران او در عرصه سیاسی ایران حضور داشتن گفتگو کردم و با عنوان یک تاریخ نگار هرگز در پی آن نبودم که به هر طریقی تفکر ویژه یک جهانبینی خاص و یا نوع ایدئولوژی را در هر فرم و چارچوبی به ذهن آنها تزریق کنم. بیشتر صحبت‌ها و قول‌ها بر محور رویدادها بود و من با این رویدادها به عنوان روزنامه‌نگار حرفه‌ای برخورد کردم. از تفسیر و تحلیل و گفته ها نیز پرهیز کردم و بخش جداگانه این را به این منظور اختصاص دادم. کتاب در واقع بازتاب رویدادها و دلایل آنهاست. خوشبختانه من فرصت چند سالی در اختیار داشتم تا واقعیت های تاریخی را چندی و چند بار بررسی کنم و اما تکان دنده ترین بخش کتاب برای من هنگامیست که شاهنشاه شاهد از دست رفتن کشور همچنان که در شاهنامه شاه به سرنوشت اعتقاد داشت. داستان او تنها به عصر مدرن حاضر تعلق ندارد و صدها سال دیگر نیز درباره آن بحث و فصل خواهد شد. من برای گفتگو با صدها تن اشخاص مختلف با زمان در مسابقه بودم. از آغاز این کار تا کنون سه تن از کسانی که با آنها گفتگو کردم درگذشتند. بخش مهمی از پژوهش‌های نویسنده پرداختن به عوامل خارجی در فتنه 57 بود و به ویژه نگاه به ورود سلاح‌های بسیار مدرن به ایران و منابع مالی که در اختیار مجاهدین ضد خلق ایران و فداییان خلق ایران فدای آنها قرار می‌گرفت. در این زمینه پژوهشگران اولیه غفلت کردند و آن را کم اهمیت دانستند. شاهنشاه با اسرائیل روابط بسیار خوبی داشت. عرفات و قذافی از توافق صلح کمپ دیوید که بین انور سادات رئیس جمهور وقت مصر و مناخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل امضا شده بود بسیار ناخوشنود بودند و فکر نکنم که در آن زمان پشتیبانی از چریکای ایرانی تصادفی بوده. همچنان که در دیدار و گفتگو با یکی از این چریکا در ایران این امر برای من تایید شد. شاهنشاه نفت رو در اختیار اسرائیل قرار میداد و از پرزیدنت انور سادات پشتیبانی میکرد و از میان برداشتن او معادل بی‌ثبات کردن تمام منطقه خاورمیانه بود. سرانجام نویسنده به این نتیجه رسید که پایان زندگی شاهنشاه ایران پایان دوره تاریخی ایران است. با سپاس از تمامی زحمات بزرگواران و کدبان علیرضا قلی‌پور عزیز بابت از خودگذشتگی ایشان در جهت سربلندی و سرافرازی نام پاک ایرانسازان پاک پهلوی و ایرانیان راستین و همچنین بانو سبامهر نازنینم ازشون سپاسگزارم و مدیونشان هستم. پاینده ایران برقرار بود. پرچم سرنگ شیر و خورشیدشان تا ابد جاوید شد. فریاد رسی نیست
که کسی نیست. فریاد رسیست کسی را به کسی نیست. بیمارم تب دارم در سینه مجروم، چندان که فغان برکشم از دل نفسی نیست. خواهم که وطن نیست.
این شام سحر گردد و این غصه سراید، تا من به صد امید بگیرم ره خانه، چشم از همه زیبایی این خاک بپوشم. خانه قشنگم است ولی خانه من نیست، من با که بگویم این خاک فریبا است ولی خاک وطنی در این 50 سالی که از عمر من می‌گذرد، شاید بی اقرار باید بگم که انسانی به اون معصومی و بی‌آزارتر از کمتر از برادرم نشناختم و شاید هرگز نخواهم شناخت. به تایید کسانی که برادرم را از نزدیک می‌شناختند و بسیاری از دوستانش و البته اعضای خانوادهش، شاید یکی از برجسته ترین خصوصیات اخلاقی و شخصیت برادرم اون روح شوخ و طبع واقعا مثبتی که داشت بوده و هست، و شاید تعجب میکنید که چطور شد پس که همچین اتفاقی رخ داد. نه به عنوان یک برادر یا عضو خانواده یا به هر اندازه دیگه میتوان این رو فهمید و درک کرد، اما حقیقت این هست هم دو که بسیاری از شما میدانید که در زمانی که این اتفاقشون در مملکت مفتاق به برادرم سن جوانی داشت و خواهرش دیوا خواهر من همینطور، و شاید اون رنج و دردی که در پدر خودشون دیدن و از دست دادن زودرس پدرشون، تمام این مسائل شاید قدداد به این که خیلی از مشکلات و نوبت دیگر رو هم انباشته بشه و برای آنچه شده شد. اما من اینجا میخواستم بیشتر یادگارهایی که از برادرم دارم رو شما در این بگذارم. از بچگی برادرم شروع میکنم، موقعی که واقعا طفلی جوان بود. فکر میکنم هیچ کسی تردید نداره که علیرضا خیلی بچه باهوشی بود و عجب هم شیطان بود در بچه بود. خیلی
خواهرم فرهنگ‌ها زمان خصوص تایید کرد که موقعی که در کوچیکی بزرگ می شدیم خیلی هم بعضی جاها اهل خرابکاری بود، به طوری که ما حتی بهش لقب تروریست داده بود. و البته خب در تمام دوران جوانیش موقعی که فرصتی بود که در تعطیلات با هم دیگه باشیم، خاطرات بسیار شیرینی دارم از زمانی که در منطقه مازندران موقعی که به نوشهر می‌رفتیم یا وقتی بر تعطیلات به جزیره کیش می‌رفتیم، را بعضی سفرهایی که در خارج بودیم، بخصوص موقعی که به سوئیس می‌رفتیم و خب هم از نظر ورزش، هم از نظر غذای خوب، هم از نظر محیط صمیمی، خب کاراکتر و اخلاق خودش رو داشت. در سنین بزرگترش، در سنینی که بالاخره 35 هفته اضافه تر شد، فکر نمی‌کنم این رو به عنوان تعارف یا تعریفی گفته باشم، اما واقعا وقتی که در یک مجلسی بودید، وقتی که علیرضا وارد اون مجلس می‌شد اصلا یه حالت دیگه پیدا می‌کرد و همه رو به یه نوعی سر یه حال خاصی می‌آورد. و زن یک آدمی بود اصولا نه که اهل معاشرت باشه، با اصولا خیلی آدم ساکتی بود، اما وقتی که در اون محیط بود با همه واقعا یک رابطه خاصی پیدا میکرد و یکی از چون بگم هنرهای خاصی که داشت که البته رو هیچ وقت بشه که عمومی ابراز نمیکرد به دلایلی که حدس میزنید، اما عجیب قابلیت خوبی در جوک تعریف کردن، ادای افراد رو در آوردن و حتی صداها، به طوری که مثلا اگر یک فیلمی مثل ستار وورز یا نمیدونم یک فیلم جنگی میدیدید، از آژیر نمیدونم ناسیا زمان جنگ جهانی دوم میتونست اداشو در بیاره تا هر صدای دیگر. واقعا این استعداد خارق‌العاده‌ای داشت و شاید به خاطر این استعداد و گوشی که داشت علاقه‌مند به موزیک بود و موسیقی رپ خیلی دوست داشت. جزو چیزهایی که دوست داشت از نظر ورزشی قواسی بود و واقعا در این مورد میگم جاش شرف خالی، چون بارها فرصت داشتم که باهاش قواسی بکنم و واقعا یک تخصص خاصی در این رشته پیدا کرده بود. و در این سالهای آخر که خب خیلی غمناک‌تر و مشکل‌تر بود، یک تشویقش میکردم که علی رضا توقع دیگران رو فراموش کن، آدم زندگی رو بر اساس توقع دیگران نباید بکنه، زندگی تو بر اساس توقعی که از خودت داری بکنی، اون چی که واقعا علاقه مندی، هیچ چیزی تحت فشار نیست، هر کاری که میخوای بکن اما کاری بکن که بهش اعتقاد داری. و خب سعی میکردم دلداریش بدم. صحبت انقدر زیاد هست اما زمان کوتاه. آخرین باری که تونستم یک چند روزی رو با برادرم باشم، یه دو هفته با هم در تعطیلات تابستان پیش بودیم و توانسته بودیم چند روزی با هم جام جهانی فوتبال رو نگاه بکنیم. این آخرین خاطره ایست که از برادرم دارم. در اون فاصله که در اروپا بود با هم ارتباط و تماس تلفنی داشتیم و لااقل میخوام بگم که آخرین تصویرهایی که از برادرم دارم یک تصویر آرام و یا تصویر واقعا ساکت. در اعماق وجدان و روح خودم، وقتی که این طبیعتی که میدونم برادرم هم دوست داشت میبینم، وقتی که این نظم و ترتیب و زیبایی عالم رو در مقابل خودم میبینم، همیشه به خودم میگفتم که اگه ممکنه چه این عالمی باشم و پشت سرش یک خالقی نباشه. کتاب‌های آسمانی به ما وعده دنیای دیگر و جای دیگری رو میدهند. نمیدونم راستش چگونه میتوانم فکر کردم، اما ترجیح میدم باور داشته باشم که جای بهتری هست پس از زندگی در این دنیا. و اگر چنین هست، امیدوار هستم که برادرم امروز و اکنون پیش پدرش، پیش خواهرش، پیش سایر عزیزانمون هست و زیاد نکشی که باز بارم میگم رو بیدونم.
خانم آقایان، و چه سخنی خوشتر از سخن یک مادر، اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی. خانواده‌ام، از شما که به یاد فرزند عزیزم علیرضا از راه دور و نزدیک برای همدردی در این محل جمع شده ای سپاسگزاری کنم. از شما هم‌میهنان که از سرزمین عزیزمان و از چهار گوشه جهان به یاد علیرضا و ما بودید و از پیام‌های پرمهرتان سپاسگزارم. علیرضا برای همه ما و دوستانش مردی بزرگ بود. او انسانی شریف، مبادی آداب و خانواده دوست بود. به بزرگترها احترام می‌گذاشت. جوانمرد، متین، فروتن، مهربان و وفادار در دوستی بود. او بیشتر اهل اندیشیدن بود و دل مشغولی همیشگیش سفر در ایران باستان. از شما که در شهرهای میهن ما به یاد او بودید و با شمع‌های روشن یادش را گرامی داشتید سپاسگزارم. پیام‌هایتان از این سو و آن سوی جهان در این شب‌های بلند پر از درد چراغ خانه ما شده‌اند. از شما که این غم‌نامه را به شعر و ترانه بازگو کرده‌اید سپاسگزارم. از مغازه‌داری که در کنار مغازه‌اش خرما گذاشته بود. از آنهایی که در صف اتوبوس به هم تسلیت می‌گفتند. از آنهایی که به یاد او گل در دره خزر ریختند. از آن جوانی که در یک کتاب فروشی در تهران گفت من برای پسر شاه سیاوشم. و آن کسی که نوشت من از دوران پدرش آزرده بودم ولی امروز از مرگ این شاهزاده سوگوارم، از صمیم قلب سپاسگزارم. امروز علیرضای نازنین با ما نیست. همانطور که هم‌میهن هنرمندی در نامه‌ای پرمهر به من نوشت، آن شب دیر وقت در شهری در غربت علیرضا خودش را از قفس پرواز داد. هر زمان که به علیرضا فکر میکنم
که سمبل انسانیت و شجاعت بود، او در دوران تحصیل مصمم پرتلاش بود. ذاتاً یک سرباز. به همین دلیل در دانشگاه دارتموز شمشیر افتخار دریافت کرد و با درجه ناوگان دومی به عنوان افسر ناو بایندر در خرمشهر خدمت نظامی خود را در نیروی دریایی ایران شروع کرد. او زمان انجام وظیفه با دیسیپلین و پرکار و در اوقات فراغت دوستی صمیمی و خونگرم برای ملوانان و دیگر همکارانش بود. ناخدا شفیق در زمان کمی مهارت خود را در افزارهای جدید نشان داد. به واسطه مهارتش مرکز فرماندهی بزرگترین یگان هواناو دنیا در جزیره خارت را به او محول شد. با آغاز دهه 50 نیروی دریایی ایران آماده تصرف جزایر سگانه بود و او در این عملیات نقش بسزایی داشت. آن زمان که هواپیماهای بریتانیا بر فراز ناوهای ایرانی پرواز می کردند و تهدید به بمباران داشتند، ناخدا شفیق بدون هیچ ترسی بر عرشه ناو حضور مداوم داشت. او ساعت‌های متمادی بر عرشه کشتی چشم بر آب‌های آبی رنگ می بود. حضور قدرتمندانه ایران را مراقب بود تا مبادا دیگران گوشه چشمی بر این خاک آب داشته باشند. ایران و شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران از حضور او در جنوب احساس آرامش می کردند. او همچنین سعی می کرد با تمام هم‌میهنان جنوبی در هر فرصتی ارتباط گرم و صمیمانه‌ای برقرار سازد. او در 30 بهمن 1357 آخرین عضو خاندان پادشاهی بود که ایران را ترک کرد. او سقوط ایران را به دست بیگانگان بر نمی‌تابید و اندیشه می‌کرد به نجات کشور از این کابوس درد. اما در ساعت 13 روز جمعه 16 آذر ماه 1358 به ضرب دو گلوله عوامل مسلح جمهوری اسلامی در پاریس به قتل رسید. او قلندری بی همتا، سربازی یکتا بود. تاریخ شرافت و شجاعت به نام شرف او گره خورده است. جاوید دیار و نام بزرگ او و تمام سربازان و جانباختگان و به خون قلبیدن ارتش شاهنشاهی ایران. متشکرم. Yeah, who has thought?